سلام به همگی، مهران هستم از چنل یوتیوب سیلیسیوم. جلسه 70 دوره آموزشی جنگو. این جلسه خیلی کوتاهه. جلسه قبل ثبت نام کردم با تایید ایمیل کار کردیم. این جلسه یکی از موضوعاتی که حالا به چشمم خورد گفتم بهتون بگم چطوری بتونیم انجامش بدیم، این تصویری هست که اینجا قرار گرفته. طبیعتا اولین ایده ای که به ذهنتون میاد اینه که بیایم یک فیلدی رو تحت عنوان حالا ایمیج بسازیم، مثل اون کاری که توی پست انجام دادیم، یک سامنیلی رو قرار دادیم. خب میتونید برای این پروفایل کاربرانتون یه دونه سامنیل بذارید و اینجا نمایش بدید. اگر کاربری سامنیلی رو برای خودش تعریف نکرده بود، از یک عکس پیش‌فرض براش استفاده کنید. این کار خوبه، میدونم که خودتونم میتونید انجام بدید، تواناییش رو دارید، ولی میخوام یک کاری رو انجام بدم که یک کوچولو استاندارد تر و خوشگل تر و جذاب تره. یعنی چی کار؟ ببینید، مثلا من همین اکانت هستم، من این آدرس ایمیلی که دارم، خب تو دنیا اصلا نیاز نیست شما برنامه نویس باشید یا نه. یک سایت هست به نام gravatar.com، مال حالا شرکتی که وردپرس رو ساخته، و میرید اونجا برای آدرس ایمیلتون یه دونه عکس گراواتار میذارید، بعد اون آدرس ایمیلتون رو تو سایت های مختلف که میزنید و حالا عضو اونا میشید، میره از گراواتار اون عکس رو میخونه براتون نمایش میده. یه کاری که خیلی معروفه و همه ازش استفاده میکنن. نیاز نیست برنامه نویس باشید، کامپیوتر بلد باشید، هرچی. خیلی ها میرن گراواتار اون عکس رو برای خودشون تنظیم میکنن. برای استفاده از گراواتار تو جنگو یک پکیج هست به نام jango/gravatar. بریم توی گیت هابش، همینه دیگه، جنگو گراواتار. ببینم این بود یا آره این بود. بگم یه پکیج دیگه هم اینجا به چشمم خورد، ببینم این چیه. اینم یه پکیج خوبه، دقیقا مثل پکیج قبلیه، اینو زیاد ندیده بودم. حالا این یکی پکیج به نظرم بهتره، چون معمولا من از این استفاده میکنم. نصبش هم خیلی ساده است، می نویسید pip install django gravatar 2. اینجا نصبش بکنیم به این صورت و میگه که خب نصبش کردیم. خیلی هم ساده. ببینید، من یه دونه pip freeze بگیرم، لیست پکیجام رو به هم نشون میده، ببینم جنگو گراواتار اینجا هست. میگم pip freeze کن و بریز اطلاعاتش رو توی یک فایل به نام requirements، که شما وقتی پروژه رو از گیت لب دانلود کردید بتونید اون requirement ها رو هم داشته باشید. حالا یه بار ران سرور میکنم بریم ادامهش. میگه که جنگو گراواتار رو به installs app اضافه کنید. میگم باشه. خیلی هم کار ساده ایه. میام اینجا این قسمت اضافه میکنم. بعد میگه چی کار کن. دوتا راه گفته. ببینید، یکی اینه که حالا مثلا تو قسمتی مثل view یا توی مدل هم میشه انجام داد، بیایید اینا رو حالا import بکنید، حالا از هر کدوم که میخواید استفاده کنید. اگه میخواید URL رو به دست بیارید، آدرس ایمیل رو اینجا قرار بدید، سایز عکستون که چند پیکسل باشه، مثلا 150 پیکسل باشه، حالا هر سایزی که میخواید، اون سایزایی که گراواتار استاندارد کرد، اینجا وارد میکنید و خب اون URL رو دارید. خیلی همین نیازشون خیلی هم خوبه. بعضیا میرن از گراواتار اگزیست استفاده میکنن، چک میکنن ببینن که اصلا اون آدرس ایمیل براش گراواتار تعریف شده یا نه. حالا بعضی ها ممکن پروفایل یو آر ال رو بخوان یا ایمیل هش رو بخوان. چیزی که من بیشتر ازش استفاده میکنم از این تمپلیت تگ هاست. اول باید گراواتار رو لود بکنیم توی اون تمپلیتمون. میرم کجا؟ میرم بخش تمپلیت، رجستریشن و ساید بار. همین ابتدا این گراواتار رو اینجا لود میکنم و چهار مدل رو خودش گفته. گفته یکی اینه که از گراواتار آندرلاین یو آر ال استفاده کنید، اون یو آر ال عکس رو بهتون بده. یه راه دیگه اینه که از گراواتار استفاده کنید، اون تگ ایمیج رو بهتون بده به این صورت. یه راه دیگه اینه که حالا گراواتار رو بنویسید، اون ایمیل و این چیزا رو هم بنویسید، اون اینجا ایمیل رو هم بنویسید، بیاد یه دونه اتریبیوت هم بهتون اضافه کنه برای اون ایمیجتون. یه دونم حالا گراواتار پروفایل رو گفته که اون لینک هش شده رو بهتون میدم.
چیزی که من میخوام ازش استفاده کنم اینه. کپیش میکنم و میام کجا؟ ببینید دقیقا همینجا، نه اینجا که نبود، اینجا. ببینید اون عکسیه که برای یوزر استفاده میشه. اینو من از اینجا کلم پاکش میکنم، خب پیست میکنم، میگم از گراواتار URL میخوام استفاده کنم، از یوزرم ایمیلش رو بهش میدم و 150 پیکسلم سایزش باشه. اینجا هم برای اون ALTش دوباره میتونم بگم که user.email رو برام قرار بدم. خیلی کار ساده ایه. میام پروفایل کاربری امیر امیری، چنین ایمیلی اصلا توی گراواتار تعریف نشده و یه بار رفرش میکنم، یه دونه عکس پیش‌فرض رو براش قرار میده که یعنی این کاربر گراواتاری براش تعریف نشده. یه بار لاگ اوت میکنم، میرم اکانت خودم اون ایمیل خودم رو که توی گراواتار ثبت نام کردم و عکس گذاشتم رو گذاشتم و اینجا عکس من رو مشاهده میکنید که این عکس رو برای گراواتارم قرار دادم. خیلی کار ساده‌ای بود، انجام دادیم. حالا برم سایت گراواتار ببینم کجاست. اینجاست دیگه، گراواتار.com فکر کنم. حالا من لاگین کردم. شما ثبت نام میکنید دیگه. خب من معمولا مثلا این عکس رو دارم. برای خیلی جا مثل گیت لب هم اینو گذاشتم. میتونید عکستون رو سلکت کنید، خودتون چینج بکنید. حالا من یه بار سفر رو رفرش کنم، میبینید که اینجا هنوز گراواتار خودم آپدیت نشده. یه چند ثانیه یا یکی دو دقیقه مثلا طول میکشه این کار و اومدم این گراواتار رو الان به عنوان دیفالت قرار دادم. حالا من یکم منتظر میمونم، یکی دو دقیقه. بعد یکی دو دقیقه این تصویرم آپدیت میشه و اون گراواتار ناسا رو میتونم اینجا داشته باشم. خب یه زمان خیلی کوتاهی گذشت، فکر کنم یه 30-40 ثانیه گذشت. یه بار رفرش میکنم و گراواتارم تغییر کرد. اینجا هم میبینم که گراواتارم تغییر کرد. همینو میذارم بمونه و هر یوزر میتونه بره توی سایت گراواتار ثبت نام کنه، یک ایمیج رو بذاره و وقتی که ایمیل ادرسش رو توی سایتم قرار داد میتونه اون تصویر گراواتارش رو هم اینجا ببینه. مرسی که آموزش رو مشاهده کردید. امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون اومده باشه، که اگر اینطوری بوده حتما کانال یوتیوب هم رو سابسکرایب کنید. ویدیوها رو در یوتیوب ببینید که لایک و ویومون حالا بره بالا. ویدیو رو حتما لایک بکنید، به دوستانتون هم معرفی کنید، به دوستانتون هم بگید سابسکرایب کنن که کانال رو به پیشرفته و هر چقدر بیشتر پیشرفت کنه ویدیوها و آموزش‌های بیشتری هم تولید میشن. تا آموزش‌های بعد فعلاً.